سرخط خبرها. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان. طالبان بیشتر از این موجب ویرانی و تبایی کشور نشوند. حضور مرجیان زن با ماسک در برنامه های تلویزیونی. طالبان 27 خانواده را از اندراب کوچ اجباری دادند. طالبان مانع ورود دختران دارای چادر رنگی به دانشگاه شدند. طالبان 3 تن را در هنگام درو گندم در تخار تیرباران کردند. آغاز عملیات نظامی تاجیکستان در ولایت بدخشان. با یاد خدا با مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. طالبان 27 خانواده را از اندراب کوچ اجباری دادند. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که طالبان 27 خانواده را در روستای انامک، باغدره و ولسوالی پل حصار اندراب کوچ اجباری دادند. منابع روز چهارشنبه 28 ثور به روزنامه 8 صبح میگویند که این خانواده ها به دستور طالبان خانه هایشان را ترک کردند و گفته این منابع آنان صرف توانستند لباس ها و اندک مواد خوراکی با خود بگیرند. منابع می افزایند که طالبان با آنان هشدار دادند که حق زندگی در 9 ولایت شمال را ندارند. مسئولان محلی طالبان در بغلان در پیوند به این رویداد چیزی نمیگویند. گفتنی است که پیش از این نیز طالبان خانواده های نیروهای جبهه مقاومت ملی را در دره سجی گرفگان گرفته و سپس کوچ اجباری دادند. طالبان مانع ورود دختران دارای چادر رنگی به دانشگاه شدند. منابع به خبرگزاری افق میگویند طالبان در دانشگاه تعلیم و تربیه برهانی‌الدین ربانی از ورود دانشجویانی که چادر سیاه نداشتند جلوگیری کرده و مانع رفتن آنها به دانشگاه شدند. و گفته منابع طالبان روز چهارشنبه 28 ثور از ورود دختران بدون چادر سیاه به دانشگاه تعلیم و تربیه برهانی دین ربانی جلوگیری کردند. گفته می شود کارت دانشجویان دختری که چادر رنگی داشتند توسط نیروهای طالبان ضبط شده و طالبان با برخورد بد مانع رفتن آنها به دانشگاه شدند. این در حال هست که طالبان چند پیش پوشیدن ایجاب را اجباری اعلام کرده و رنگ آن را نیز سیاه در نظر گرفتند. وزارت امر بن معروف و نهی از منکر طالبان هشدار داده خانواده کسانی که این ایجاب را رعایت نکند مجازات می شوند. حضور مرجیان زن با ماسک در برنامه های تلویزیونی. در پی صدور فرمان تازه طالبان در مورد استفاده از ماسک هنگام اجرای برنامه های تلویزیونی از سوی مرجیان زن، این اقدام با واکنش های زیاده روبرو شده است. این فرمان که تا اکنون سند رسمی آن به دست رسانه ها نرسیده است، روز چهارشنبه 28 ثور پس از آن مورد توجه قرار گرفت که یکی از مرجیان زن گفت وزارت امر بن معروف و نهی از منکر طالبان از آنان خواسته است که عین اجرای برنامه تلویزیونی از ماسک استفاده کنند. مرجیان زن هنگام اجرای برنامه های تلویزیونی از یک روز به این سو هنگام اجرای برنامه ها از ماسک استفاده می کنند. تصاویر نشر شده مرجیان زن تلویزیون ها نشان می دهد که ماسک بر صورت دارند. در همین حال این دستور تازه طالبان با واکنش های زیاده روبرو شده است. شمار از کاربران شبکه های اجتماعی این کار طالبان را تحمیل افراطیت می دانند که مردم را از ایجاب و شریعت متنفر می سازد. به باور شمار دیگر از کاربران طالبان محدودیت های بیشتر از این اعمال خواهند کرد. طالبان 3 تن را هنگام درو گندم در تخار تیرباران کردند. منابع محلی در تخار میگویند که طالبان 3 نیروی خیزش مردمی حکومت پیشین را در ولسوالی خوجغار این ولایت تیرباران کردند
منابع روز چهارشنبه 28 ثور به روزنامه 8 صبح می گویند که این رویداد شب گذشته در منطقه هزارباغ ولسوالی خوجخار رخ داده است. به گفته این منبع، این سه تن عوضخان، عبدالقاسم و حیات الله نام داشتند و فعلا رابطه با هیچ گروهی نداشتند. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار در این مورد چیز نمی گویند. شورای عالی مقامت ملی برای نجات افغانستان. طالبان پیشتر از این موجب ویرانی و تباهی کشور نشوند. شورای عالی مقامت ملی برای نجات افغانستان که جدیداً در ترکیه تأسیس شده گفته است که طالبان پیشتر از این موجب ویرانی و تباهی کشور نشوند. این شورا شب سه شنبه 27 ثور با نشر اعلامیه هفت ماده‌ای به کشورهای همسایه افغانستان گفته است که حاکمیت انحصاری و غاصبانه طالبان در افغانستان موجب بحران و بی‌ثباتی گسترده شده است. اعضای این شورا تاکید کردند که این وضعیت به سود کشورهای همسایه نخواهد بود. در اعلامیه این شورا آمده است: جهان باید بداند که طالبان هیچ گونه به ارزش‌های اسلامی، انسانی و موازین بین المللی و معیارهای حقوق بشری پابند نیستند. اعضای این شورا در اعلامیه خود از مقاومت مردم در شمار از ولایت‌ها ابراز حمایت و مقاومت آنان را مشروع دانسته است، اما در عین حال تصریح کرده است که در مرحله نخست متحد به مذاکره می باشند و راه حل نظامی را جستجو نمی کنند. در اعلامیه این شورا گفته شده است که آنان با کشورهای همسایه، منطقه و جهان وارد گفتگو می شوند تا طالبان را متقاعد به حل سیاسی مسئله افغانستان سازند. همچنان افزودند که فشار وارد کردن بالای طالبان و جمع‌آوری صفوف نیروهای مخالف طالبان را نیز دنبال می کنند. در نشست این شورا تاکید شده است که حکومت پیشین در نتیجه توطئه داخلی و بیرونی در همدستی و خیانت ملی اشرف غنی و تیم چند نفری فاسدش سقوط داده شده است. آغاز عملیات نظامی تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان. وزارت داخلی تاجیکستان اعلام کرده که عملیات نظامی را به هدف مقابله با تروریسم در مرزهای مشترک با افغانستان و چین آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرده که این عملیات در ولایت‌های گورنو و بدخشان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان در چین راه اندازی شده است. این عملیات در پی درگیری‌های اخیر بین معترضان و نیروهای امنیتی تاجیکستان در مرکز ولایت بدخشان و تاجیکستان صورت می‌گیرد. در این درگیری دست کم یک معترض کشته شد و شمار از نظامیان تاجیک نیز زخمی شدند. روز گذشته وزارت داخلی تاجیکستان در خبرنامه ای گفته بود که یک گروه از جوانان ناآگاه با هدف خلال در امنیت جمعی به ساختمان دادگاه ولایت بدخشان حمله مسلحانه کرده است. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.